بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، و محمد خود او بود و نفهمید کسی. در شب فتنه شب خنجرها، در شب فتنه شب خنجرها، باز هم چاره علی بود و نه آن دیگرها. دیگرانی که به هنگام تمرد کردند، دیگرانی که به هنگام تمرد کردند، جان پیغمبر خود را سپر خود کردند. بگذارید بگویم چه غمی حاصل شد، بگذارید بگویم چه غمی حاصل شد. آیه ترس برای چه کسی نازل شد؟ بگذارید بگویم خطر عشق مکن، بگذارید بگویم خطر عشق مکن. جگر شیر نداری سفر عشق مکن. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان نهایت عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که هر جای جهان پهناور هستین، جان شما جور و سلامت و صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های به وقت بیداری از شبکه خوب جهانی هادی تیوی، از کشور عراق، شهر مقدس نجف اشرف، جوار ملکوتی مولا الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. با احترام افتخار در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید محمد باقر احمدی. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خیلی خیلی خوش آمدین. رحمت الله و برکاته، سلامت باشید انشاءالله. تبریک و تهنیت درز میکنیم فرارسیدن ایام ماه ربیع الاول را خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. بینندگان عزیز، موضوع برنامه امشب ما اختصاص داره به هجرت پیامبر اکرم سلام الله علیه همچنین و تنگناها و فرصتها. امشب در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم تا از جناب استاد استفاده بفرماییم و در این رابطه بحث و گفتگو بفرماییم. جناب استاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فرا رسیدن ماه ربیع المولود، ماه ولادت آخرین سفیر الهی حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، را برای تمام ستم دیدگان و مستضعفان جهان بشریت به خصوص مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به یمن ولادت با سعادت اون حضرت گرفتاری مسلمان ها را در سر تا سر عالم رفع و دفع بگرداند و اون رحمت للعالمین را باعث ریزش رحمات خاصه بر جامعه مستضعفین قرار بدهد انشاءالله. حضرت خاتم انبیا صلوات الله و سلامه علی در سال 14 بعثت، یعنی 13 سال از بعثت تمام شده بود، در سال 14 از بعثت هجرت کرد از شهر مکه مکرمه به شهر مدینه منوره. 10 در مدینه پیغمبر اکرم بعد از این هجرت در قید حیات بود که مجموع دوران نبوت و رسالت اون حضرت را 23 تشکیل می دهد. خب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدت 13 که در مکه بود بسیار زحمات و مصیبات زیادی را متحمل شد، از فشارهای اقتصادی و اجتماعی، آزادی
نداشتن پیروان مکتب اسلام در مکه معظمه و ممنوع بودن تبلیغ توحید در شهر مکه معظمه از فشارهای زیاد پیغمبر اکرم را اذیت می‌کرد. خدای تبارک و تعالی اراده‌اش بر این شد که دین مقدس اسلام را مبدأ آغاز او و مبدأ گسترش او را شهر مدینه قرار بدهد. یک نزاعی بود در بین دو قبیله اوس و خزرج در مدینه منوره. سالها این نزاع تمام نمی‌شد و با کوچکترین دعوا و نزاع به جان هم می افتادند و جنگ و جدال و نزاع را می انداختند. قبیله خزرج پناه بردن به قریش، به مکی ها، به قریشی ها و از اونها طلب کمک کردند. اونها یک برنامه هایی را در جلو اینها گذاشتند که ما کمکتون میکنیم با این برنامه هایی که در کتب تاریخ آمده و لازم نیست ذکر بشه. اینا نتوانستن که این برنامه ها را قبول کنن، رفتن به طائف، از مردم طائف استمداد کردن. اونها هم به ندای اینها پاسخ مثبت نداد. بالاخره شنید که یک شخصی ادعا دارد که من پیغمبرم و آخرین سفیر خدایم، وحی بر من نازل می شود، جبرئیل بر من نازل می شود. کی هست این شخص؟ این طرف و اون طرف جستجو کردن. در سال 11 بعثت این قضیه اتفاق افتاد، یعنی 3 سال قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پیدا کردن رسول اکرم را و برنامه ها را مطرح کردن. رسول خدا اسلام را بر این چند نفر عرضه کرد، 2-3 نفر بود مسلمان شد، برگشتن به مدینه. و تا اینکه سال دیگه، یعنی سال 12 از بعثت پیغمبر، یک عده بیشتری آمدن به رسول خدا مراجعه کردن، یک عده بیشتری مسلمان شدن. در سال 13 دیگه تقریبا 75 نفر را در تاریخ ثبت کرده که آمدن خدمت رسول خدا، و پیغمبر از اینها 12 نفر را به عنوان نقیب، رئیس و عرض بشود که انتخاب کرد. فرمود شما برین به مدینه، این 75 نفر مسلمان برین به مدینه به امورات اسلامی برسین. این فرصت بسیار خوبی بود تحت این عنوانی که شما فرمودید که ما امشب بحث ما تحت عنوان فرصتها و تنگناها هست. این یکی از فرصتهای طلایی بود برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حج، برنامه حج، یک سفر طلایی بود که این برنامه اسلامی در واقع در همین هجرت پیامبر اتفاق افتاد. بله، این فرصت بسیار خوبی بود، برنامه حج، که پیغمبر اکرم در موسم حج و در موسم اعمال حج، شروع اسلام از حج شد. حج بود دیگه، قبل از اسلام هم حج بود، لکن با یک سر برنامه ها و با یک سر تفاوت ها و با یک کیفیات خاصه ای که داشت. پیغمبر اکرم در این کنگره عظیم دین خود را از اینجا آغاز کرد. و چه خوب است که در سالهای که به حجاج محترم به حج مشرف می شوند، گرفتاری های خود را و مشکلات کشورها را نمایندگانی که حجاجی که از هر کشور می آیند، نماینده کشورن، اون عقلای کشورها دور هم جمع بشوند، مشکلاتشان را با هم به گفتگو بگیرند، جلسه بگذارند در ایام حج. مشکل ندارد که همیشه که در لباس احرام نیست، از لباس احرام خارج شد، جلسه داشته باشند، با هم صحبت کنند، حضوری مشکلاتشان را طرح کنند و بگن.
پس در واقع خود اعمال حج فقط اعمال حج نیست، باید اصلش این بوده که مثلا بتونن مشکلات همه حل بکنه. بله، خبر داشته باشن از حال هم دیگر. دین مقدس اسلام به این بزرگی از حج شروع شده و همینطور سایر اعمال دینی اونایی که جنبه تجمع را دارد، مثل زیارت اربعین مثلا، این یک فرصت بسیار خوب است که مسلمان ها از حال همدیگر خبر داشته باشند، چه بسا از فضاهای مجازی اون چیزی که در کشورها اتفاق میفته حقیقتا نرسه به دست همدیگر، مسئله چیزی دیگه باشد و تبلیغات چیزی دیگه باشد. به هر حال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز دین مقدس اسلام و آغاز این برنامه عظیمش از موسم حج شروع شد و در سال 13 از بعثت این 75 نفر مسلمان شدند و رفتند. در میان اینها رهبرشان یک جوانی بود به اسم مصعب ابن عمیر، تقریبا 17 سال عمر داشت این مصعب ابن عمیر. بله، وقتی که رفت در مدینه منوره قسمت اعظم مدینه را این جوان 17 ساله مسلمان کرده. در تاریخ آمده که مصعب ابن عمیر به همراه بعضی از مسلمان ها رفتن به سمت قبیله اوس، چون خزرجی ها اکثر آمده بودند و به پیغمبر ایمان آورده بودند، از اوسی ها آمده بودند کم. بزرگان اوس مثل اسید ابن خضیر و سعد ابن معاذ اینا مسلمان نشده بودند. مصعب ابن عمیر وقتی که روبرو آمد گفت بریم کجا؟ بریم به دیدار که بریم؟ گفت بریم به دیدار بزرگ قبیله اوس که اسید ابن خضیر باشه. تا روبرو شدن شمشیر برداشت، اون زمان جاهلیت بود دیگه، اسید ابن خضیر غافل از این که مهمان است آمده بود، شمشیر برداشت میخواست که بجنگه. این جوان 17 ساله با آرامش خونسردی گفت نمیشه یک لحظه بشینید، ما یک چهار کلامی داریم گوش بدید، بعد اگر راضی نشدید خلاصه اختیار به دست شماست. وقتی که نشست و حرفای خوبی برایش گفت، برنامه های اسلامی را که توضیح داد، مسلمان شد. بعد از آن که مسلمان شد گفت اگر که سعد بن معاذ را هم تبلیغ کنید که مسلمان بشود، دیگه یک قبیله بزرگ از مدینه کلن مسلمان میشود. خب توفیقی پیدا شد برای مصعب بن عمیر که سعد بن معاذ مسلمان شد با دیدن این جوان. آمد به رسول خدا اسلام عده عظیمی از اهل مدینه را ابلاغ کرد، رسول اکرم بسیار خوشحال شد. خب این هجرت پیغمبر از اینجا شروع شده است. در این جریان هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنگناهایی بود، چون برنامه فرصت ها و تنگناهاست دیگه. این حج فرصتی بود برای گسترش اسلام و آغاز دین مقدس اسلام، در عین حال این به تنگناهایی هم برخورد. طبیعی است که یک برنامه بزرگ خب مشکلاتی دارد دیگه، گرفتاری ها داره. پیغمبر اکرم یکی از مشکلاتی که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که روز به روز دشمنش زیاد میشد. دشمنان رسول خدا دیدن که پیغمبر روز به روز دینش در حال گسترش است و اطرافیان و هوادارانش زیاد میشه، مسلمان زیاد میشه مردم، اینا به دست و پا افتادن که چیکار بکنن. و خوب است که در همین جا این پیام را برای تمام دنیای استکبار و دنیای ضد اسلامیت و انسانیت بگیم که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعبا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خدا اراده اش بر این است که دین مقدس اسلام تا آخر پیروز باشد و عزتمند باشد و برنامه عزت را برای جهان گسترش بدهد. هر قدر که دسیسه کنن فایده ندارن. اینا دسیسه کردن که رسول خدا را در مورد پیغمبر چی تصمیم بگیرن. یکی گفت این پیغمبر باید زندان بشه، عمر خود را طبیعی سپری بکنه، در زندان بمیره. یکی گفت نه، زندان فایده نداره، باید نفی بلدش بکنیم.
اصلا در مکه نماند، بره جای دیگه، تبعید بشه باید. ابو جهل گفت که تبعید چه فایده دارد؟ تبعید بشه از همون جایی که تبعید شده گسترش میده برنامه شو، زندانم فایده ای ندارد، باید کشته بشه. آیه شریفه نازل شد که و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر المکرین. اینها برنامه دارند و طرح ریختند که تو را بکشد یا به زندان بندازد یا تبعیدت بکنه. اینا دسیسه میکنه، برنامه ریزی میکنه. خدا هم برنامه داره، خدا برنامه ریزیش دقیق تر از برنامه ریزی اینهاست. شما مأمور به این که هجرت کنی. از اونجا هجرت رسول خدا شروع شد. چجور هجرت کنم؟ و شب، نیمه شب بلند شو، در بستر خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را دستور بده که بخوابه، خودت برو از شهر مدینه از شهر مکه بیرون به سمت مدینه. راه را هم بهش نشان داد. کجا؟ گفت از اون راه برو میرسی به یک غار که اسم اون غار غار ثوره، غار ثور. خب به غار ثور که رسیدی، اونجا ما تو را محافظت میکنیم، یک چند روزی باش، بعد برو به سمت مدینه. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین را طلبید. یا علی، امر خدا این است که شما به جای من بخوابید، من برم باید به سمت مدینه منوره. حضرت سوال کرد که یا رسول الله، با خوابیدن من به جای شما جان شریفتون سلامت دارد و شما به سلامت میرسین؟ گفت بله یا علی. گفت پس هزار جان من فدای جان شما. شب به جای رسول خدا خوابید. در روایات ما در کتاب شریف بحار مرحوم علامه آورده که در اون شبی که امیر المؤمنین به جای پیغمبر خدا خوابید، خدا مباهات کرد به ملائکه ها، افتخار کرد، به جبرائیل و میکائیل خطاب کرد، گفت ببینید به اخوت علی و پیامبر، این چه برادری است که جان خود را فدای جان برادری خودش کرده، شما هم برادرین. گفتن که پروردگارا، ما را هم یک ثوابی از این برنامه بده، محروم ما نکن. خطاب رسید که برین هر دو به زمین، جبرائیل بالای سر امیر المؤمنین و میکائیل پایین پای امیر المؤمنین، تا شب خوابیدن نشستن و حضرت در بستر پیغمبر اکرم بود. صبح وقتی که قریش ابو لهب شب اینها میخواستن بریزن، اونجا ابو لهب غیرت کرد. ابو لهب عم پیامبرم جز شورشیان بود، این غیرت کرد، گفت که من زنده ام، شما به حریم بنی هاشم تعرض میکنید، شب اینها را نارام میکنید، از خوابش بلند میکنید. گفتن خب پس فردا علی طلوع محمد را میکشیم. برنامه عجیبی چیده بود ابو جهل. گفت اگر یک نفر به خصوصه او محمد رو بکشه قصاص میشه، اون زمان قصاص بوده، به جای کشتن محمد او رو میکشن بنی هاشم. چیکار کنیم؟ از هر قبیله جوانان شمشیر به دست رو درخواست کردن، شمشیرها رو بگیره، هر کس یک شمشیر بزنه. وقتی که کشته شد، به یک شمشیر کشته نشده، به 10 شمشیر، به 20 30 شمشیر کشته شده. بنی هاشم، بله، این کار به صورت مشترک شده. بنی هاشم نمیتونه کسی رو به شخصه و به عینه، یک شخص معینی را به عنوان قاتل بگیره، مجبور میشه که دیه بگیره. خب دیهش رو میدیم دیگه، این 20 نفری که کشته دیهش رو تقسیم میکنیم میدیم، از شر محمد نعوذ بالله خود را نجات میدهیم. اینطوری گفتن. خب وقتی که صبح شدن، لحاف را کنار زدن، دیدن چهره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یکی آمد جلو و گفت که کجا شد محمد؟ حضرت فرمود به من نسپرده بودین که از من درخواستش میکنید. بعضی از منابع گفته که امیرالمؤمنین را اذیت کردن، بردن تا خانه کعبه و اذیت شد یک مقدار حضرت. به هر حال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خانه آمد بیرون. اینا هر دو طرف در بودن،
شمشیرها به دست رسول خدا رو ندیدن. خدای تبارک و تعالی حجاب انداخت بین اینها و بین پیغمبر، پیغمبر خدا رو ندیدن. رسول خدا رفت از اونجا بیرون در شب تاریک تا اینکه به غار رسید، داخل غار رفت، امر شد به عنکبوت که باید اونجا تار بندازه. دو تا کبوتر را دستور داد که شما تخم بذارید. اینا لانه آوردن درست کردن و تخم گذاشتن. صبح وقتی که اینها فهمیدن، کفار قریش فهمیدن که پیغمبر اکرم رفته به سمت، از اینجا رفته دیگه، هجرت کرده به سمت مدینه، یک شخصی را پیدا کردن که بیا ببین کدام طرف رفته. یک اون زمان اشخاص عجیبی بوده، یک شخصی را میگه پیدا کردن. او گفتن که چون مکه کلن سنگ خاک نیست دیگه، خب چجوری از سنگ تشخیص بدیم که کدام طرف رفته؟ گفت من با بو کردن میفهمم که از کجا رفت. با بو کردن با استشمام بو میکرد زمین را، با از طریق استشمام و بوییدن زمین فهمید که از این طریق رفت. گفت از اینجا رفتن تا کنار باغ غار ثور رسیدن، دیدن که جا عنکبوت تار انداخت، دو تا کبوتر هم تخم گذاشت. عقل کی باور میکنه اگر در داخل این غار باشه که این خانه عنکبوت خراب میشه و تخم اینجا وجود نداره، کبوتر اینجا چرا خوابی داره این تخم ها؟ اون شخصی که همراه پیغمبر در غار بود گفت که اگر که اونها جلو پای خود را نگاه میکردن ما را میدیدن. یعنی خیلی غار حضرت خاتم انبیا اون جلو غار هم نبوده، در همین بله جلو در همین راه رو غار بوده دیگه، خیلی جلو نبوده، در مقدم غار بوده. گفت اگر که بله اگر پایین رو نگاه میکرد ما رو میدید. اون خداست که اراده میکنه که پایین رو نباید نگاه بکنه. از اونجا اینا ناامید شدند و برگشتن. رسول خدا سه شب در اون غار بود اونجا. حالا چی میخورد؟ خدای تبارک و تعالی از آسمان به او رزق میرسان. این مسئله است که عرض بشه مربوط به رسول خدا میشه، همون قسمی که حضرت امیر سه شب در خانه کعبه با مادر خود حضرت فاطمه بنت اسد بود، چی میخورد اونجا خدا میداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تقدیر تشکر میکنیم از جناب استاد، در خدمت شما هستیم. با ادامه برنامه یک وقفه کوچولو داریم ان شاء الله، ببینید و برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست. دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست؟ تویی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست، بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست. برای ظالمان و کافران و ثروت اندوزان مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست. صلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما، اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست. گناهان قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما بجز حس خجالت نیست. سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست. خدای مهربان هم در فرج تأجیل خواهد کرد، به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست. آقا ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است.
گر بدادم نرسی میروم از دست. بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است. کاسلیسی در خانه تو کار من است. دانم ای دوست که بی ارزشم و بی قیمت، ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است. بگذری گر شبی از گوشه سجاده من، بنگری آه جگرسوز فقط یار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی، بعد یک عمر دگر نوبت دیدار من است. ای عزیز همه عالم تو خودت میدانی، کولباری ز گنه تحفه بازار من است. پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی. پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی. کرمی کن که گدایان سر راه تویی. گر بدادم نرسی میروم از دست. بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد عرض میکنیم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه وقت بیداریم از شبکه جهانی هادی تیوی. جناب استاد سلام مجدد عرض میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. خب جناب استاد، بحث خود را ادامه میدیم در رابطه با هجرت پیامبر و تنگناها و فرصتها بود. این بحث مکمل کردیم. الان میخوایم علت هجرت پیامبر رو میخوایم برازمو بینندگان عزیز روشن بفرمایید که چه دلیلی و چه کاری باعث شد که پیامبر اسلام دست به هجرت زدن از مکه به سوی مدینه. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق تتبعی که در تاریخ و در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردیم، چند عامل باعث هجرت رسول خدا شده. یکی اذیت زیاد کفار قریش و همکاری نکردن عشیره اون حضرت هاشمیان و قریش با حضرت خاتم انبیا، که این نعمت بزرگی را که خدا به اونها دادن قدرش را نفهمیدن. دوم، از ادله رفتن رسول خدا به مدینه منوره، به شهر مدینه، این که در اون زمان یهود در مدینه منوره مرکزشون بود، مرکز یهود در مدینه منوره بود. در کنار این دو قبیله اوس و خزرج یهودان مدینه بودن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با درایتی که داشتن این مسئله را تشخیص دادن که دشمنی اصلی و اساسی مسلمان ها یهود است. در آیات قرآن هم به این مسئله اشاره شده. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يهود دشمن سرسخت مسلمان ها بود و دشمن سرسخت با رسول خدا بود. پای یهود در کل برنامه های پیغمبر اکرم در از زمان بعثت و در عصر هجرت بعد از رسول خدا هم بوده و که مدام در تاریخ یهود قصد به هم زدن و از بین بردن اسلام را داشت. این
باعث شد که پیغمبر اکرم هجرت کند به مدینه منوره. سوم این مسئله ای که باعث شد پیغمبر اکرم به مدینه بره، رشد اسلام در مدینه بود. دید که اسلام اونجا رشد کرده، الان مسلمان های زیادی در مدینه بود که در هیچ جایی به اندازه مدینه اسلام نداشتن. حضرت جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین هم در حبشه بود، اونجا میگه دی مسلمان بود با ایشان، مسلمان هایی که از مکه رفته بود و اونهایی که اونجا مسلمان میشد هر روز. و در مکه هم یک عده از مسلمان هایی بود که در زیر بار ظلم زندگی میکردن. حضرت خاتم انبیا قدرت را نداشت که از اونها دفاع بکنه، لذا وقتی که به مدینه منوره رفت یک مأمنی برای اینها هم شد. یعنی مسلمان هایی که در مکه معظمه بود می رفتن به سمت پیغمبر اکرم، و مدینه با مکه راه نداشت خیلی دیگه، در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می رسید. این عللی است که برای هجرت پیغمبر اکرم به نظر رسیده، و علت اصلیش هم امر خدای تبارک و تعالی است، اراده خدا بر این بود، دستور پروردگار عالم به این بود که حضرت هجرت کند به مدینه و از مدینه دین مقدس اسلام را در جهان گسترش بدهد. تشکر، خیلی ممنون. سوالی که مطرح است، چه چیزی باعث گسترش دین اسلام در مکه و مدینه و در جهان که هستیم شد؟ اون چه که باعث گسترش دین مقدس اسلام بود، یک اخلاق عالی رسول اکرم بود. پیغمبر اکرم با خلق عظیمی که داشت هزارها نفر، صدها هزار نفر را مسلمان کرد. پیغمبر اکرم در برابر کسی که فحش میداد ناراحت نمیشد. این یک خاصیت بسیار عجیبی است. یعنی در این عصر اگر کسی به کسی فحش بده نمیتونه طاقت بکنه، صبر نداره. در این عصر مخصوصا صبرها خیلی کم شده، حوصله ها خیلی کم شده. پیغمبر اکرم یک صبور عجیبی بود، حلیم عجیبی بود، متخلق عجیبی بود. در برابر فحش طرف صبر میکرد و او را دعا میکرد، خدایا این جاهل است، نمیداند، هدایتش کن، خوب بشه. و این رویش رسول خدا بعد از پیغمبر هم ادامه داشت. حضرت امیر را هم فحش میدادن، اگه دی حضرت مقابله نمیکرد باش. در محضر حضرت امام حسن شخص از اهل شام امیر المؤمنین را فحش داد، حضرت مقابله نکرد، بلکه به او گفت که حال شما خوب نیست، مثل این که یا این که مشکلی جا داری، یا مشکلی مالی داری، یا مشکلی مرکوب داری، هر مشکلی که داری حلش میکنی، این که نیاز نداره به این سر صدا کردن. این اخلاق اینها اینجور بودن. یعنی چقدر خوب است که انسان خلق داشته باشه، حلم داشته باشه، صبر داشته باشه. با خلق و با حسن خلق توان کرد سید اهل نظر، به دام و دانه نگیرن مرغ دانا را. در این عصر فعلی ما از این اخلاق را خلاصه ما به خواب خود آرزو میکنیم که ببینیم، خیلی کمه. این نوع از اخلاق یک کسی در برابر کسی بیستد، فحشش بده، دشنامش بده، او هم در مقابلش عکس العمل نشان نده و محبت بکنه، مهر بکنه، دعایش بکنه، خیلی کمه. خلق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باعث گسترش دین مقدس اسلام شد. یک عده به پیغمبر از پشت خانه پیغمبر می آمد صدا می زد، با اسم پیغمبر را صدا می زد. آیه قرآن نازل شد که از این به بعد نکنید این کار را، یعنی خدا منع میکرد مردم را، ولی پیغمبر خودش کار نداشت. پیغمبر نمیگفت چرا از پشت خانه صدا کردی، یا مثلا در جلوی پیغمبر پای خود را دراز میکرد، ناراحت نمیشد. خب پای خود را دراز بکنه، مشکل نداره. و خدا ادب میکرد، میگفت که در کنار این رسول من که رسیدید پای خود را دراز نکنید، با آرام حرف بزنید، صدای خود را بلند نکنید. آیات نازل میشد، این نزول این آیات، لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي، نزول این آیات نشان میده که پیغمبر چقدر حیلم داشته که اگر کسی سر و صدا میکرد، یک دفعه نمیگفت بابا اعصابم خرد شد،
بس این چرا اینقدر سر صدا میکنید؟ چرا این تا خدا نمیگفت از این آیات فهمیده میشود این قضیه. بس یگانه چیزی که باعث گسترش دین مقدس اسلام شد خلق پیغمبر بود. بعد از خلق برنامه های خوبی که پیغمبر اکرم به او عمل میکرد. پیغمبر مثلا میگفت صداقت بسیار یک خصیصه خوب است، خودش هم درجه اول نفر بود در صداقت، صادق درجه اول عالم، مردم از نزدیک مشاهده میکردن هم صدق در فعل حضرت را و هم صدق در قول حضرت را، هم گفتار راست از او میدیدن هم کردار راست از او میدیدن. این خود به خود باعث میشد که افراد جذب شود و دین مقدس اسلام. پیغمبر اکرم میگفت که به بزرگترها احترام کنید، خودش در جلو جبهه بود، وقتی که بزرگتر را میدید احترام میکرد، حتی بزرگتران کفار را احترام میکرد. رسول اکرم به خاطر کافر بودنش هیچ وقت توهین نمیکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گفتار قشنگ و این رفتار خوب، اتصال به وحی و از طرف دیگه هم عباداتی که پیغمبر اکرم اون فقری را که در پیشگاه خدا ظهور و بروز میکرد از پیغمبر اکرم، دست نیازی را که به خدا دراز میکرد، این باعث شد که دین مقدس اسلام گسترش پیدا بکنه. دیگه پیروزی های پشت سر هم رسول اکرم، در جنگ ها پیروز میشد، از تنگناها عبور میکرد، بله دیگه چهره شکست را نشان نمیداد. مردم از پیغمبر اکرم چهره شکست ندیدن. حتی امیر المؤمنین سلام الله علیه در بیانات مبارکش هست که کنا نلوذ برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که جنگ سخت میشد، وقتی که مغلوبه میشد، ما به پیغمبر اکرم پناه میبردیم. این یک شخصی با این نفس مطمئنه و آرام همه چیز را اداره میکرد. این امور حالا یک عده فروع دیگه هم هست که برای ضیق برنامه باید چه کنیم مراعات بکنیم. اینها مجموعه اینها دست به دست هم دادن که دین مقدس اسلام گسترش پیدا کنه. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از صحبتهای خوب شما. متاسفانه در جامعه امروزی که ما زندگی میکنیم شبهاتی در رابطه با اسلام وجود داره که در واقع میگن که اسلام دین جنگ ستیز است، سرمنشه با جنگ شروع شده، با جنگ ختم میکنه، همه کارش با جنگ است. در واقع شبهی است که انداختن تو دامن اسلام. شما به زحمت در مورد با این شبهه توضیحات رو بدین و رفع این شبهه بکنید که در واقع اسلام همچین دینی نیست، دین محبت و دین برادری است. دین مقدس اسلام قطعا دین محبت و مهر و خلق است. اسلام دو تا صفحه دارد، صفحه مهر و صفحه غضب، همون قسمی که خدا هم همین قسم است. خدا هم رؤوف است و هم قهار است. صفت قهرش اقتضا می کند که جهنم خلق کند و صفت مهرش، رأفت و رحمتش اقتضا می کند که بهشت خلق بکند. پیغمبر اکرم هم چون سفیر الهی است قطعا این دو چهره را دارد، هم چهره قهر دارد و هم چهره رأفت. نسبت به چهره رأفتش قرآن میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. اینجا دیگه نمیگه که برای شما مسلمان ها ما این پیغمبر را نازل کردیم. مسئله تمام انسان هاست. لقد جاءکم یعنی به شما انسان ها، لقد جاءکم رسول من انفسکم، به شما انسان ها رسول را از جنس خودتان، یعنی یک انسان فرستادیم، ملک نفرستادیم، جن نفرستادیم، از جنس خودتان انسان فرستادیم، عزیز علیه ما عنتم، یعنی آیه آخر سوره توبه است، بر او دشوار است هلاکت شما. یعنی پیغمبر برای هلاکت کفار ناراحت میشد، حتی اگر کافر هم هست چرا هلاک بشن. بر سر چاه بدر آمد پیغمبر اکرم در جنگ بدر با جنازه ها صحبت کرد، حرف زد، ناراحتی کرد که شما خودتان این کار را کردید، من راضی نبودم.
که خونی از دماغ شما بیرزد. یک پیغمبر عجیبی بود، عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، این پیغمبر حرص دارد که شما هدایت بشین. بعد فرموده بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنین رأفت رحمت دارد. خب این چهره رأفت پیغمبر که به کافر غیر مسلمان نمیگه، به همه دلسوز است و از هلاکت همه ناراحت میشه. اما اون طرف چهره غضب هم داره رسول اکرم، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. یا رسول الله شما اینقدر هم مهربان نباش دیگه، خدا دستور میده اگر کسی بر شما اعتدا کرد، بر شما تحمیل کرد جنگ را، شما مقابله به مثل کنید، جوابش رو بدید. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام جنگ هایش جنگ دفاعی بوده. یعنی ما این مسئله را اگر کسی برای از ما ثابت بکنه که یک جنگ پیغمبر جنگ تهاجمی بوده، ما جایزه میدیم برایش. خب جنگ احد که قطعا چقدر لشکر را ابو سفیان جمع کرد و آمد که پیغمبر را با مسلمان ها از بین ببره که مشخص. جنگ خندق هم 7 لشکر را جمع کردن آمدن که پیغمبر را از بین ببره. در جنگ خیبر هم یهود توطئه کردن پیغمبر را میخواست از بین ببره. در جنگ حنین هم خب اهل طائف مالک نوجوان با هزارها ده ها هزار نفر جمع شده بودن که پیغمبر را از بین ببرن. حتی جنگ بدر که اولین جنگ است، بعضی ها شبهه میکنه که پیغمبر در این جنگ سر رای کاروانی های ابو سفیان رو گرفت، همو هم جنگ جنگ دفاعی بود. ابو سفیان کاروانش از شام میامد، قریش دیگه، کاروان تجاریش از شام میامد، پیغمبر گفت جلو کاروان رو بگیرید، مال هایشان رو ضبط بکنید. که همون شروع شد دیگه، همون جلوی کاروان گرفتن آغاز جنگ شد. اونا آمدند و جنگ در سر مچاهای بدر شروع شد که بعد اونجا از کفار زیاد کشته شد. پیغمبر 313 نفر بود، غلبه کردن. این را هم در تاریخ ثابت شده که اون کاروان به قصد خرید سلاح رفته بود به شام و به یک تجارت خوبی کرده بود، مال خوبی آورده بود، میخواست که اسلحه جمع بکنه، تجهیز بکنه، پیغمبر بر ضد پیغمبر و ضد مسلمان ها بشوره. حضرت دفع کرد. هیچ جنگ پیغمبر جنگ تهاجمی نبوده، جنگ دفاعی بوده. و ما خلاصه کسانی را که این ادعا را داره از اونها دلیل طلب داریم که شما کدام جنگ پیغمبر را برای از ما بگین که ما برای شما جواب بدیم. خب این هم یک جواب خوبی بود برای کسایی که در واقع شبهه میاندازن، یا که در واقع شاید هم قصدشون شبهه نباشه ولی خب برایشون شاید سوال خلق شده باشه. خب این همه شنیدن. خب این هم جواب جناب استاد بود در رابطه با اینکه اسلام دین جنگ و جنگ ستیز است. خیلی ممنون حاج آقا. خدمت شما عرض بکنیم که آیا در رابطه با غزوات پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در آیات و روایات اشاره شده یا نه؟ اگر شده به چند تا از غزوات اشاره بکنید من باو تبر برای بینندگان عزیز. در یکی از جنگ هایی که در اسلام معروف است، جنگ احزاب است که با او جنگ خندق میگه. در مورد این جنگ در سوره احزاب اصلا یک سوره آمده در مورد این جنگ، سوره احزاب، به مناسبت جنگ احزاب این سوره آمده. در این سوره مبارکه در مورد داستان جنگ خندق قضیه را جوری ترسیم میکنه که ترسناک است. میگه که می آمدن مسلمان ها به پیغمبر اکرم میگفتن یا رسول الله ان بیوتنا عورتون، خانه های ما دربهایش بازه، ما باید بریم درب خانه هایمون رو ببندیم. بهانه میکردن برای فرار. پیغمبر اکرم رو از عمر بن عبدود ترسیده بودن همه. بسیار کافر ترسناکی بود که در روایات آمده پیغمبر اکرم وقتی که امیر المؤمنین را فرستاد به جنگ عمر، فرمود برز الاسلام کله مع الکفر کله، تمام قدرت اسلام در برابر تمام قدرت کفر رفت. که اگر اونجا خدای نخواسته امیر المؤمنین به شهادت رسیده بود، دیگر ریشه اسلام از بین رفته بود، تمام شده بود. در این جنگ بسیار سخت اونقدر ترسیده بودن مسلمان ها که بهانه میکردن خانه های ما در ندارن. پیغمبر آیه نازل شد یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. گفتن که خدای تبارک و تعالی فرمود که یا رسول الله کجا
خانه های اونها در نداره، پشت سرپوش نداره، پوشیدن است. نه از لحاظ خانه مشکلی نیست، اونها قصدشان فرار از این جنگ است، میخوان برن. لذا در این جنگ را اینطور توصیف میکنه قرآن مقدس. بعدم وقتی که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در برابر عمرو بن عبدود رفت و عمر را به خاک انداخت، پیغمبر اکرم فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت امیر المؤمنین در جنگ خندق برابر با عبادت جن و انس است. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود از اون ثقلین منم هستم، یعنی اون ضربت امیر المؤمنین ارزش عبادات ما را هم حتی دارد، که واقعا هم اینطور بود. اون ضربت اگر نبود امروز دیگه اشهد ان لا اله الا الله نبود. تشکر میکنیم جناب استاد، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین. همچنین تقدیر تشکری میکنیم از تمامی شما بینندگان عزیز که امشب هم ما را همراهی کردین با برنامه به وقت بیداری. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم، البته خب این ماه ماه بسیار فرخنده ای هست، جا در که پیشا پیش تبریک بکنیم بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم را و همچنین ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و همچنین ولادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت یکویه که شما بینندگان عزیز. انشاءالله که هر جای این جهان پهناور هستین شاد و خوب و خوش و خرم باشین، لباس عافیت به تن داشته باشین. شما را به خدای پاک منان می سپاریم، انشاءالله که موفق و پیروز باشین. تا برنامه بعد شما را به خدای پاک منان، خدا حافظ و ناصر شما.